سال 99 برای خاورمیانه سال پرتلاطمی بود. بسیاری از مسائل مهم در این قسمت از جهان البته با اسم و اقدامات جنایتکارانه دیکتاتوری حاکم بر ایران گره می‌خوره. گزارشی از برخی از مهمترین بقایع خاورمیانه در سال 99 که بازتاب جهانی یافتند. حرکت پاسدار محسن فخری‌زاده. یکی دیگر از مهمترین بقایع سال گذشته حرکت پاسدار محسن فخری‌زاده پدر پروژه اتمی رژیم بود. فخری‌زاده در شرایطی به حرکت رسید که پیش از او پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی به حرکت رسیده بود. از سوی دیگر حرکت فخری‌زاده در آخرین ماه‌های سال 99 در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن یک موج گسترده انفجارهای نامتعارف در تأسیسات اتمی و نظامی رژیم روی داده بود. واقعی که پیامدهای آن تا آخرین روزهای 99 با متراکم شدن فضای نظامی در آبهای خلیج فارس و کنترل منطقه توسط زیردریایی‌های اتمی و ناوهای هواپیمابر و پرواز بمب‌افکن‌های استراتژیک B-52 آمریکایی بر فراز خلیج فارس ادامه یافت. اما مهمترین پیامد حرکت فخری‌زاده باز شدن سر کلاف داستان نفوذی در ستاد کل سپاه پاسداران بود. آخوند علوی وزیر اطلاعات رژیم چند ماه پس از حرکت فخری‌زاده رسماً اعلام کرد پیش از حرکت فخری‌زاده عامل اصلی حرکت وی در نیروهای مسلح شناسایی و به ستاد کل نیروهای رژیم معرفی شده بود. حتی محل به حرکت رساندن وی نیز پیشاپیش برای وزارت اطلاعات مشخص بوده، اما ستاد کل و پاسداران اجازه تحقیقات به وزارت اطلاعات ندادند. پس از مصاحبه علوی، موجی از اطلاعات مربوط به جاسوس بودن سرکردگان سپاه و سید شدن آنها توسط پرستوهای سرویس‌های بیگانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. انفجار بیروت. از دیگر بقایع مهم سال گذشته استمرار بحران در خاورمیانه بود که با انفجار مهیب بیروت یک بار دیگر توجه جهانیان را به خود جلب کرد. روز 14 مرداد 99 بر اثر انفجار 3000 تن نیترات آمونیوم انبار شده در بندرگاه بیروت، انفجار عظیمی بخش عمدی آن شهر را ویران کرد و دست کم 190 نفر را کشت و شمار بسیار بیشتری را مجروح کرد. چند روز بعد ارتش لبنان در بیانیه اعلام کرد که در نزدیکی ورودی بندر بیروت 4350 کیلوگرم نیترات آمونیوم دیگر در انبارهای آن منطقه یافته است که در 4 کانتینر دپو شده بود. آن انفجار به سرعت مردم لبنان را متوجه حزب الله و حسن نصرالله کرد. آنچنان که سرکرده حزب الله به سرعت به یکی از منفورترین چهره‌های لبنان تبدیل شد. کمتر از یک ماه بعد سرلشکر اشرف ریفی، وزیر دادگستری پیشین و رئیس سابق نیروهای امنیت داخلی روز پنجشنبه گفت که وی در برابر قاضی فادی سوان شهادت داده که ایران محموله نیترات آمونیوم را فرستاده، اقدامی که نهایتاً باعث انفجار فاجعه بار در بندر بیروت شد. ریفی در بیانیه گفت همان گونه که در شهادتنامه خودم در برابر قاضی تحقیقات قضایی فادی سوان گفتم، من تأکید می کنم که نیترات آمونیوم توسط سپاه پاسداران رژیم ایران جهت منافع حزب الله به لبنان فرستاده شده است. ریفی در سخنانی گفت که وی به قاضی سوان گفته که مقادیری از محمولی نیترات آمونیوم توسط رژیم سوریه استفاده شده است و مقادیر دیگری توسط حزب الله برای گروه‌های تروریستی‌اش در قبرس، کویت، آلمان و دیگر کشورهای عرب و خارجی فرستاده شده است. ریفی افسود مقامات امنیتی می‌دانند که حزب الله بندر بیروت را برای قاچاق و وارد کردن مواد انفجاری کنترل می‌کند، جایی که یک منطقه امنیتی و منطقه گمرکی خصوصی ایجاد کرده است. آن انفجار ویرانگر همراه با کرونا و پیامدهای آن باعث شد قیام مردم لبنان اندکی فروکش کند، اما در این حال موقعیت باند تروریستی دستساز آخوندها یعنی حزب الله را هم در لبنان به شدت تضعیف کرد. می توان گفت قیام در عراق و لبنان به میزانی که از جنگ و تروریسم آخوندی آسیب دیدند، از کرونا آسیب ندیدند. ضمن اینکه سال 99 گرچه سال پر التهابی در خاورمیانه بود، اما در مجموع در غیاب قاسم سلیمانی اندکی آرامتر از سال قبل بود. انقلاب اکتبر عراق.
در سال 99 عراق شاهد استمرار خیزش بزرگی بود که مردم این کشور نامش را انقلاب اکتبر گذاشتند. در این سال مردم عراق میوه‌های انقلاب اکتبر را به چشم دیدند. در سال 99 تظاهرات به رویدادی روزانه در میادین شهرها و تحصن و تجمعات اعتراضی به عاداتی همگانی تبدیل شد. مردم این کشور خواهان تغییر شدند، اما احزاب حاکم و وابسته به رژیم ایران و حکام با انتخاب گزینی سرکوب تظاهرات مردمی نشان دادند که همچنان به دنبال سرکوب مردم عراق هستند. صدها انقلابی ناپدید و تظاهرات مردمی چندین بار به خون کشیده شد. اما انقلاب اکتبر عراق همچنان استمرار یافت. انقلابیون عراقی ضمن رعایت مقررات بهداشتی در دوران کرونا تلاش کردند صحنه تظاهرات را ترک نکنند. آنها چادرهای تحصن خود را با شماری کمتر دوباره برپا کردند و با این اقدامات اجازه ندادند رژیم آخوندها و دولت دست نشانده‌اش بتوانند انقلاب عراق را خاموش کنند. انقلاب اکتبر در سال 99 توانست روند فرقه گرایی را با بن‌بست روبرو کند. این انقلاب در صحنه بین المللی نیز باعث شد که جامعه جهانی صدای تظاهر کنندگان را بشنود. علاوه بر این، عراقیان به این باور رسیدند که تنها راه رهایی تغییر کل حاکمیت است. تغییری که در آن حاکمیتی مردمی و بدون فرقه گرایی و عاری از مزدوران رژیم ایران به وجود بیاید.